هموطنان گرامی، خانواده عزیز، سلام بر شما. در سومین برنامه بررسی ترور احمدشاه مسعود یافتای جدید ما بر شما ارائه میکنم. ماده انفجاری در تحقیقات جدید نشان میده که زیر چوکی شادروان احمدشاه مسعود تعبیه شده بود. دو خبرنگار عرب از دنیا بی خبر و بی گناه بودند. سوال اساسی است که کمره عربا چی شد؟ از امو زمان تاله به هیچ کسی در سطح داخل و خارج اجازه تحقیقات داده نشده. در یکی دو مورد که به اصطلاح به طور نمایشی فقط برای یک مرتبه جلسات فریبنده برگزار شد تا خوراک تبلیغات شود در فرانسه و جایا. جالبش چیز که شاهد اصلی کسی بود به نام عارف سروری، یعنی اونو هم روباک میگه دم خدا شاهد میکشه، یعنی میتونه یک چیز شد. برادر شهید عاصم سوهیل بسیار شکایت کرد، بسیار دل پر داشت و موجه بود و بسیار بغضش گرفته بود وقتی که از تلاشای به بنبست کشیدهش به خاطر یافتن یک سرنخ به ما سخن گفته بود. حالا ما یکی دو برنامه رو که قبلا خدمت شما ارائه کردم در نتیجه مصاحبه با افراد عموم محل بود. حال نتیجه مصاحبه های ممتد خود با ترجمان ها که انجام دادیم که در گذشته هم از اظهارات ترجمان ها استفاده کردم، حالا هم در این قسمت کمره و مواد انفجاری در کجا بود. اینقدر در 22 سال ذهن مردم از خبر دروغ اینا انباشتن که بیخی به یک دروغ به یک حقیقت زینی مردم تبدیل شده. این رقم عملیات های پیچیده بدون نقش کلیدی عوامل نفوذی داخلی ناممکن است. همیشه اینا که تبلیغات کردن اما دو عرب هم میکنن اما علا و بلا هم در گردن از او انداختن. این ماهرانه تنظیم شده بود. دو عرب بیگناه و خود قربانی یک طرح کلان بودن که یک سرش در لندن و بلژیم، سر دیگرش پاریس و اسلام آباد تا کنارهای آمو بود. در کمرهای از اینا هیچ بمی نبود. ترجمان عربی برای ما گفت که اونا اصلا تروریست نبودن. ما با همین کمرهایشان گفت که من خودم فیلم گرفتم یکی دوبار. حتی سخنرانی استاد ربانی را در یک محفل گفت خودشان با امو کمره فیلم گرفتن. خب اگر کمره مجهز با مواد انفجاری بود چرا وقتی که حادثه رخ داد کاملا خاکستر نشده بود؟ در حالی که شکست و ریخت کمره به مراتب اندک بود نسبت به ویرانی که در اطرافش شده بود. بدنه کمره طوری صدمه دیده بود که مثل که یک نفر ایره بگیره به شکل فشار از بیرونی تو پچقش کنه. ای که میگن کمره را اینا از خود دور نمی کردن جعلیات است که شبکه داخلی ترور به دهان مردم داده. یعنی مثلا که شاهد عینی از خود آستانه برای من نوشت در قسمت پایین میمانخانه سه زمین است. میمانخانه آستانه سه زمین است و یک باغ پشت در پشت. باغ زیاد کلان است اما باغ انگور است. از قضا چند دفعه در باغ زمین با مردم محل همین خبرنگارا روبرو شدن. نه کمره پیشان بود، نه خلطه بود، نه خورجین. در بیرون میمانخانه هر دو یک جای سر یک صفحه یا دیوال میشتن
یا پایان لب دریا می رفتن. شاید اینی از آستانه گفت که چی چیزی پیشان نبود. اینا میریم سر انفجار. مسعود خلیلی گفت که انفجار وقتی که روی داد یک موج آبی رنگ دیده شد. من دیدم. یعنی انفجار آبی رنگ بود. آیا انفجار مواد آتشزا از چی نوش مثلا رنگ آبی داره؟ این تحقیقات تخصصی کار داره در زمینه بارودشناسی و داینامیتشناسی که در تحقیقاتش زیاد وقت هم نمیگیره. اگر ضرورت شد من ایره انجام میدم که کدام نوع ماده انفجاری رنگ آبی داره و کدام در این قسم به اصطلاح توطئه ها و طراحی های کشنده معمولا چی استفاده میشه، یعنی در شرایط حاضر. انواع مواد انفجاری در جهان امروز قابل استفاده است. من یک مقدار که مطالعه کردم از موج آبی رنگ انفجار من چیزی نیافتم. یک منبع دیگه برام گفت که موشک وقتی که فایر میشه در موقع انفجار رنگ آبی داره، آبی رنگ. که خب البته بازم در این رابطه مطالعه تخصصی صورت بگیرم. بعد از انفجار چی گپ شده بود؟ شاید اینی خب این لیست شاید اینی که کلش لیستش پیشم هست، نامه شانه هست و یکی از تمامی چیزا میگیره جمع کردم. گفت که داخل شدین یک میزی پیدا نمیشد که جنازه مثلا شهید آسمه در سرش بانند. کره برده بودن از آسم یادشان رفته بود از بس که متوجه یک نقطه بودند. میگه یک چوکی پیدا نمیشد که می باد پکر از سرش بانند تا جنازه را باد بزنه که نپوسه، چون کمی دیرتر شد، دیر شده بود. میگه وقتی که من دیدم کامرا متلاشی نبود، او جفتیده بود، این تو پاش پاش نبود. برداشتا موازی با به اصطلاح چشم دیدا و عقلانیت میگه که کمره شکسته نبود، ماده انفجاری در کمره نبود. این اغوای عارف سروری است که در سطح تبلیغاتی کارگر افتاد و امروز ما او را به چالش میکشیم، دروغش را ثابت میکنیم، دروغش را به استناده مصاحبه هایی که با مردم محل، با شاهدان، با ترجمان ها. و یک کسی هم هست که او وقت ولسوال خواجه بودین بود، آرون نام داره. او باید صدای خدا بکشه در جای که هستی و سرت صدا میکنه. خب مرجع معتبرتری که ما از او استناد میکنه میگفت که تحقیق و دست آمده نشان داد که یک ماین جاسازی شده در زیر چوکی احمد شاه مسعود گذاشته شده. خب حالا بیان که پیشتر بریم تا ایره امیتون من نشان دادم میرم قضاوت نمیکنیم. استاد راشد رئیس دفتر استاد ربانی میگه که در چای صبح یک دم بودیم ششته بودیم استاد ربانی امرای احمد شاه مسعود که آسم آمد. گفت عامر صاحب شما جنالستا رق دیر منتظر ماندین، باز یک ملامت هم میکنی که یا عزت نمیشن، توجه نمیشه، حالا که مقدر دیر شده ادایت بیتی که ما ایره بالاخره تعیین سرنوشان که مصاحبه میکنی امرایشان یا برن. مسعود طرف سر میکنم که خیلی برین تنظیم بکنین در اتاق این آمده. میرن به مصاحبه. خب استاد راشد میگه که اونا در مصاحبه رفتن، ما پای کار خود که یک دم صدای انفجار آمد که برگشتیم دیدیم که دود برآمد از اتاق. دوان دوان آمدیم طرف اتاق، دیدیم که همه چیز متلاشی شده است. چیزهایی که مثلا همه چیز منظورم از یکی خود شادروان احمد شاه مسعود است و در دور پیشش یک قسم پاش پاش شده است. دیدیم که اصلا این کامره سالم افتیده اونجا.
صدمه هم ندیده بود، جور ده رفتیده بودن. چوکیه که احمد شاه مسعود روی از اون نشسته بود، اونم چوکی اصلا قابل شناسایی نبود، پاش شده بود، کاملا سیاه و شک از شکل افتاده بود. یک عرب افتیده بود طرف، عرب دیگه در یک اتاق خوب زنده بود، بردن در یک اتاق کلکی نشان درست نبود، اونجا محبوس ساختن که باز پسان این جنرال رفت رفت خودش استاد شد، گفت هلاش کنی هلاش کنی که برامد، گفت ده زدنش که شاید از بین بره. این مورد اول. مورد دومیش میگه که با استاد ربانی رفتیم تاجیکستان تا جسد احمد شاه مسعود ببینیم. وقتی که پیش رفتیم استاد ربانی خود شخصا معاینه کرد، دید که پیکره احمد شاه مسعود از ناحیه پای و ران بسیار صدمه دیده، پای و ران که از پایان دیده. اونجا مدیر امنیت تاجکستان، مدیر مساحه که مسئول امنیت با جبه کار میکرد، او هم آمد. او که سل کرد، او بسیار با خونسردانه گفت که شاه مسعود به وسیله انفجار مین شهید شده، او مقام امنیتی تاجکستان. خب بالاخره استاد ربانی به مجلس بزرگای مقامات جمع شدن، گفت خب یک چند روز باید کاملا در اختفا نگه داشته می شدی خبر کمی کارم کردن. گفت برای مردم گفت کمی زخم در سینه و یک داغ در رویش است، جور میشه. مسعود خلیلی هم از شفاخانه مرخص میشه، دیگر روحیه داد. خب بعد از انفجار همی اولین کار عارف سرواری بود که از دوشنبه به مشهد پرواز کرد سر حال. خب اجساد دو نفر عرب هم خیلطوری که در برنامه قبلی گفتم فوری در بین خریدهای پلاستیکی همیتون منظم سرد شده و خارج انتقال دادن. خب این حال یک سوال از ایجا، کمری شکسته و مو چوکی سوخته چی شد؟ کجا هست؟ چه کسی جواب بده؟ بغیر از عارف؟ تنها عارف نه، باید کسان دیگه هم جواب بدن که روایت رسانه ها و سرهمبافی های عارف قانونی عبدالله و امرالله را دمی 22 سال تکرار کردن، اونا هم باید جواب بدن. مطابق گزارش موثق، عارف بعد شگفته و سر حال بود که در خانهش اموش هم مثل به اصطلاح گفته بود که با مثل شب عروسی خودم و بستر رفتم. ایره خانمش قصه کرده بود. این سخن بافی ما نیست، اطلاع معتبر است، مرجیش هم معلوم است. زن بیخبر و خانواده احمد شاه مسعود در مشهد که یک صدا ناله و مویه سر داده بودن به خاطر از اینکه وار اطمینان بته گفت که شما جگرخونی نکنین، عامر صاحب سطحی زخمی است به خاطر از اینکه این انجینر را رفت آمد بسیار خوشحال است و این رقم من از زندگی خود این رقم خوشحال ندیده بودم. هیچ گپی معلوم میشه که هیچ گپی نیست. شاید عینی برای ما گفت که جسد عامر وقتی که در موته ماندن انجینر عارف تا رساندن به تهران بود، ای قدر هم توش سیمای شگفته و مسرور داشت. وقتی که در تشییع جنازه شما فیلم ببینید که معاینه که سیاه مانده پیران و سفید پوشیده فقط بگوی از سر عروسی میکنه، عارف تنها نبود. این قصه سر دراز داره و به این برنامه ختم هم نمیشه مثلا، اما من مطمئن هستم که آیستا آیستا مثلا روش میشه. یک وقت شاید 100 سال 50 سال بعد ای از طبقه بندی محرمانه خارج میشه ای. یک وقت. اما برای فعلا ما حرف خود میزنیم. فرید مزدک در سال 2015 در مونترال کانادا در یک گفتگو با عبدالحمید موتاد گفت که احمد شاه مسعود در سال 1996 ما را خواست در پنجشیر، اما که نو کابل سقوط کرد، خواست که چی کنه. ما برش گفتیم که عبدالله و قانونی رو دور کن، یه هر شرط کلان اینمی هست. چرا؟ گفت خط تن اعتمادی نیستن، شرط ما همی هست. چرا اینا قدر مصر بودن؟ به خاطر از اینکه روسا در مورد قانونی و عبدالله اسناد را
در اختیار مزدک و معتاد قرار داده بودند. همگی زنده است. میگه اسناد که به آمر داده شد چرتش بی خراب شد. زمین و آسمان سرش چرخید. ناامید. قرار بود در دشت قلعه بازم ببینیم که اما آخرین دیدار بود. تا اینجا همه به اصطلاح در قید احتمالات و پرسش برانگیز از این مسئله. معیار امانت چیزی را که ما پیدا میکنم قید اینمی برنامه میکنم که در به اصطلاح در شبکه خبری اطلاعاتی بمانه، شبکه عمومی به عنوان یک سنده که پیش باز بعد از او برمی زمینه تحقیقات بیشتری صورت بگیره. تا برنامه بعد، خداوند مددگارت.